بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. با تأخیر فراوان به خاطر مشکلات فنی و مسائلی که دیگه خودتون در جریانش هستید و این بدبختی هایی که ما تو شبکه‌های اهل سنت میکشیم و هی مشکلات عدیده‌ای که داریم، اما هدف والاست و رضای باری تعالی و گسترش قوانین اسلامی و به احقاق رساندن حقوق اهل سنت، جامعه اهل سنت فارسی زبان جهان، ما رو بر این داشته که با همه این مشکلات، با کمی تأخیر و با شرمندگی و عذرخواهی از این تأخیرات خدمتون برسیم. و امروز هم با تار و پود در خدمتون هستیم. همونطور که در اطلاعیه‌ام دیدید، امروز می‌خوایم در مورد فرزندان موفق صحبت بکنیم که چطور می‌تونیم فرزندان موفق تربیت بکنیم. جامعه بشری، جامعه اسلامی و نیازمند این هست که ما تمرکزمون رو بذاریم بر نسل‌هایی که قرار هست سکان این جامعه رو به عهده بگیرند و هر چه می‌توانیم توانمون رو بذاریم برای اینکه فرزندان موفق، بچه‌مون موفق تربیت بکنیم. قطعاً مشکلاتی داریم در این مسیر، نمیدونیم چی کار باید بکنیم و به همین خاطر هم خواهش کردیم از استاد دکتر عمرا سکاندار این برنامه که این هفته رو اختصاص بدن به این موضوع و ایشون هم پذیرفتند و الان هم در استودیو در آنور خط با اسکایپ با در ارتباط هستیم باشون. سلام علیکم و رحمت الله دکتر عمرا، خیلی خیلی متشکرم از اینکه وقت میذارید و با ما همراه هستید در این شبکه خودتون، شبکه جهانی نور. خدمت شما محمودی عزیز و بزرگوار و هم خدمت تک تک عزیزان پشت صحنه، مجاهدان گمنام، و خدمت تمام شما بینندگان عزیز. و از اینی که استاد محمودی عزیز منت گذاشتند و فرصت دادن در خدمت شما باشم، سپاسگزارم از ایشون و از شبکه جهانی نور. در خدمت شما هستم استاد محمودی. این باعث افتخار بنده است که در رکاب شما این برنامه تار و پود رو پیش میبریم. عرضم بزرگتون که دکتر عمرا، ما امروزه وقتی میبینیم روش های تربیتی عدیده ای تو دنیا وجود داره که به دنبال اینند که این نسل آینده نسل موفقی باشه. دنیا هم دنیای تکنولوژی و پیشرفت و نمیدونم از همه طرف بمباران های عجیب غریب تکنولوژی با شیوه های مختلف که هر روز به شکلی داره وارد میشه، باعث شده که یک بخشی از این تربیت نهادینهی که ما در واقع سراغ داریم از قوانین بشری، قوانین اجتماعی و خصوصا قوانین اسلامی که بسیار تأکید داشته داره روی این تربیت، گاه فراموش بشه یا لابلای این تکنولوژی به چشم نیاد. به همین خاطرم پایان هفته گذشته بود خودتون اشاره به این تربیته داشتید، قرار شد که این هفته زحمت بکشیم در این مورد صحبت بکنیم. چه نکاتی که با توجه به تخصصتون و تجربتون در این زمینه، نکاتی رو که برای این که ما بتونیم بچه موفق، یک کسی که بتونه بعد سکان این جامعه رو به عهده بگیره در هر زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی قرار بگیره، پیشرو باشه، در واقع سرآمد باشه، چطور میتونیم یه همچون بچه‌ای تربیت بکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی حبیبنا مولانا رسول الله. استاد محمودی عزیز، شما اشاره فرمودید که به اصطلاح پیشرفت و تکنولوژی فلان. ببینید، ما در دنیا دو نوع تمدن داریم، یک تمدن بلوک آجوری و یک تمدن انسانی. ما متاسفانه تمدن بلوک و آجوری واسه ما چشمگیرتر شده. وقتی که یکی از عزیزان ما میاد از یک کشور خارجی میگه با چه ساختمونایی داشتن، چه نمیدونم آپارتمانایی داشتن، چه نمیدونم برجایی داشتن، چشمشو چی گرفته؟ همین چهار تا بلوک و آجوری که روی هم رفته بالا. در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این دنیا رحلت فرمودند، نه دارالعماره آنچنانی به جا گذاشتند، نه نمیدونم ساختمانای سر به فلک کشیده، نه هیچی. چیزی که به جا گذاشتند انسان بود، انسانهایی که آینده ساختند، ارزش‌ها رو به جامعه بشری رسوندند. ما روی این بعد از قضیه متاسفانه خوب کار نکردیم. حتی وقتی که میایم مفهوم تربیت فرزندانمون رو
به اصطلاح باش در میافتیم، میایم میگیم که میخوایم که بچه خوبی داشته باشیم. خب آقا بچه خوب معناش چیه؟ میگه بچه سربزیری باشه، درس خونی باشه، نمیدونم مسجدی باشه، نمازگزار باشه، احترام پدر مادرش رو داشته باشه، فلان داشته باشه. و همچنین بچه رو هم داریم، یه وقتی میبینی که بچه سربزیر هست، هرچه بابا مامانش میگن میگه چشم چشم، خب سربزیره. یه وقت دیدی که یکم از بابا ماماش دور شد، یه آدمی اومد یه چیزی دیگه بهش گفت، همین بچه‌ای که به پدر مادر چشم چشم میگفت به اون آقا هم گفت چشم چشم. پس اینجا یه خلل تربیتی بود، خود قضیه اینجا تربیت نبود، اینجا این چشمه واسه همه کس بود. همین مرد، همین بچه هست که چشمو به یک طاغوت و یک ظالم میگه که آدم میکشه، همین بچه است که نمیدونم میره منحرف میشه و میاد پدر مادرش رو حتی میگه که یک بلایی سر جانش بیاره چون به کسی دیگه گفت چشم. یعنی یک قدرتی نداشت که خودش باشه، که به صلاح تصمیم بگیره چه چیزی خوبه چه چیزی بده. این مسائل ببینید، ما مثلا خیلی وقتا میبینیم که یک بچه های خوب خودمون، بچه های خیلی خوب خودمون رو میفرستیم برای ادامه تحصیل، برای یک مرحله آموزشی، میره مثلا کشور خارجه، از اون ور بر میگرده یه هیولا، یک انسانی فاقد همه ارزش‌ها. پس میشه همین ابتدا، همین ابتدا من وام بگیرم از صحبتتون، پس اولین مسئله اینه که هدف چیه؟ ما نمیدونیم میخوایم بچه چی بشه که براش برنامه‌ریزی دقیق بکنیم. اون پایان رو، اون هدف رو داریم اشتباه نشونه گیری کردیم. یعنی ما شما میفرمایید که همین مثلا سربزیر بودن رو به عنوان یک قدرت برای بچه میدونیم و بعد میگیم اگه بچه سربزیر باشه چون به من میگه چشم و من لذت میبرم ازش پس خیلی خوبه، در صورتی که این گونه نیست، بلکه این سربزیر بودن خودش یک معضل است. پس اصلش اینه که ما اون هدف رو خوب بشناسیم، راه رو بتونیم بر اساس اون هدف پیدا بکنیم، درسته؟ دقیقاً. یعنی اینی که ما حالا چی میخواییم از بچه‌مون، میخواییم بچه‌مون چی بشه. من میگم که چیزی که ما باید رویش کار بکنیم و سرمایه گذاری کنیم در ساختار بچه اینه که ما یک شخصیت قوی برای بچه‌مون بسازیم. بچه‌مون شخصیت قوی داشت، بعد از اون حافظ قرآن بود، نور چشم، بعد از اون به پدر مادرش رسیدگی میکرد و فلان بود، نور چشم. هرچه بعد از اون قضایای اخلاقی دیگه به این قوت شخصیتی بارور میشه این بهتره. اما اگر ما بیایم فقط به مسائل مفردات اخلاقی بیایم به اینها بچسبیم و اینها رو به اصطلاح شاخصه قرار بدیم، در حالی که بچه‌مون از نظر شخصیتی ضعف داره، اینا دیگه هیچ فایده نداره، چون اینها در یک مرحله از زمان ریزش پیدا میکنه. همین معیارهای اخلاقی یا همین معیارهای اخلاقی بلای جان میشه. یعنی مثلا در یک خانواده ای هست که مثلا حتی همین قسم مثلا در خانواده، محور خانواده رو کی میچرخه؟ آیا روی مثلا رابطه زوجین میچرخه، پدر مادر، یا روی فرزند؟ متاسفانه در سیستم تربیتی بسیاری از خانواده محور شده بچه. بچه چون محور است، همه اهتمام روی بچه است، همه دغدغه خانواده روی بچه است، این بچه میشه چی؟ نونور. این بچه میشه ضعیف شخصیت. بعدش چه اتفاقی میفته؟ هیچی دیگه، همین بچه همیشه تابع پدر مادر است، هر چه پدر مادر گفتن. خب فردا ازدواج میکنه، وقتی میاد ازدواج میکنه دیگه بدبخت اون زنه، زن دیگه زن یک مرد نیست، زن یک خانواده است، یه فامیل شوهر داره. خب خواهر برادرها شوهرش هست، مادر شوهر شوهرشه، نمیدونم همینطور هم در به اصطلاح خانم خانواده. شما از این صفت قوی استفاده کردید، کودک قوی، یا حالا شاید بر بگردیم به حدیث رسول الله علیه السلام، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. یعنی ما به دنبال یه قدرت در کودک میگردیم. این قدرت رو در واقع تو چی میشه خلاصش کرد؟ یه موقع هست که شما مثلا الان توی اشاره‌ای که داشتید فرمودید که لوس بار نیاد، قدرت از جهتی فرمودید که قدرت داشته باشه، از جهتی هم گفتید نباید خانواده کودک سالار باشه. خب اگر قدرت بخوایم با تمام تمرکزمون بذاریم رو کودک و میشیم کودک سالار، اما اگه کودک سالار شد که میشه نونور،
این وسط چه باید کرد؟ یعنی ما اگه میخوایم قوی بذاریم با تمام تمرکزمون بذاریم رو تربیتش دیگه. نه، ما امینه که به اصطلاح ما میخوایم که خودمون خودمون باشیم، میخوایم پدر پدر باشه، مادر مادر باشه، کودک کودک، هر کی در جایگاه خودش، هر که در جایگاه خودش. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اللهم صل علیه میفرمایند که کل مولود یولد علی الفطره، هر بچه وقتی به دنیا میاد این طبیعت خلقت الهی است که با کامل میاد به دنیا، یعنی شخصیت کاملی داره. بعد حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تشبیه میده که آقا مگه نمیبینید که گوسفنده وقتی که به دنیا میاد یک گوسفند کامل هست، شتره یک شتر کامل هست، گاوه یک گاوه کامل هست، مرغ یک مرغ کامل هست، بچه هم یک بچه کامل هست، یک انسان کامل هست. یعنی همه اون معیارهایی که این فرد بتونه یک فرد قوی باشه وجود داره. چیزی که باعث میشه این خراب بشه پدر مادر هستند. بیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فوکس میکنه روی پدر مادر، گرچه که جامعه هم نقش داره، اما بیشتر پدر مادر، که این پدر مادرند که صفتهای منفی که در تمدنهای ورشکسته، چه به صلاح تمدن به صلاح ارزشهای دیانتهای پیشین باشه یا دیانتهای ساختگی بشری، اینها یک ارزشهای ورشکسته ای دارند که این ورزشها رو اشتباهاً به بچه تلقین میکنن. ببینید مثلا ما میخواییم یه بچه قوی داشته باشیم. برای داشتن یک بچه قوی من سه معیار رو اساسی میدونم. اجازه میدید قبل از اینکه سه معیار رو بفرمایید بگید قوی یعنی چی؟ یعنی چیش قوی یعنی باشه؟ ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک مثال زیبایی برامون میزنند. پیامبر دعا میکرد، پیامبر خدا دعا میکرد که خدایا بار اله اسلام رو عزت ببخش، اسلام رو نیرو بده به یکی از دوتا عمر. این دوتا عمر کی بودن؟ یکی ابو جهل بود، یکی عمر بن الخطاب. یعنی پیامبر آرزو داشت که ابو جهل مسلمون بشه. چرا؟ چون که این ابو جهل یک شخصیت قوی و نیرومندی داشت. نیرومند به معنای قدرت جسمی نیست، نیرومند به معنای قدرت تصمیم گیری، یعنی که خودش باشه. اینی که مثلا ما الان ببینید هر یکی از ما میتونه خودش رو بسنجه که آیا اون یک شخصیت قوی هست یا نه. به خودت نگاه کن، تو جلوی آینه وایسا ببین که آیا خودتی یا چشای مردم. این لباسو چرا پوشیدی؟ اگر این لباس پوشیدی به خاطر اینی که از رنگش خوشت میاد، لباسیه که به اصطلاح حیثیت داره، هیبت داره، شایسته منه، خب پس این لباس خوبیه. اما نه، اگر این لباس پوشیدی چون که به اصطلاح وقتی میری سر کار این اون نگات میکنن، این کفش رو پوشیدی به خاطر مردم، این ماشین رو خریدی به خاطر چشای مردم، پس اینجا تو خودت نیستی، اینجا تو اسیر و برده دیگرانی. این علامت ضعف شخصیتی، تو انسان قوی نیستی. برای اینکه در تصمیم گیری هایی که داری خودت حرکت نمی کنی، یک اهرم های فشار دیگه ای رو، اهرم های قضایی رو جلوی روی خودت گذاشتی، بنا به خواسته های دیگران، بنا به معیارهای به اصطلاح سنجشی دیگران داری حرکت میکنی. اینه که اینجاست که انسان خودباخته ای هست، انسانیه که به اصطلاح میبینید که به اصطلاح عمر وقتی که میاد مسلمون میشه، یه عمره، خب یه عمر وقتی که مسلمون میشه در چرخش دعوت اسلامی یک انقلاب به پا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر همین قدرت شخصیتی که این فرد ساخته شد. این قدرت شخصیتی رو خانواده میسازه، این قدرت شخصیتی رو پدر و مادرن که به بچه‌شون میدن یا از بچه‌شون میگیرن. خب ببینید من درست گرفتم؟ پس اینجوری که میفرمایید قدرت، منظور شما از قوی بودن، قدرت در تصمیم گیری، قدرت در اراده، قدرت در مدیریت، قدرت در خودباوری و قدرت در ابراز وجود. بله. میشه اینا بله. یعنی قدرت شخص، شخصیت درونی، حالا هر استعدادی داشته باشه در اون استعداد برترین باشه، بتونه حرف خودشو به کرسی بشونه، بتونه توانایی خودشو بارز بکنه و بتونه خود این خودباوری رو داشته باشه، خودش قبول داشته باشه. درست متوجه شدم؟ دقیقاً. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ بفرمایید نکاتی که باید بینندگان ما انجام بدن. نکاتی که ما میخواییم به صلاح پدر مادر بگیم، قرار اون سه تا رو بگید برای من قطع کردم. سه موردی که مثلا من میخوام به اصطلاح اشاره کنم،
این سه مورد سه موردی هست که خداوند متعال در انسان قرار داده. ما تنها چیزی که از پدر مادر میخواییم دست پدر مادر رو میبوسیم، میگیم خواهشن. همین سه قدرت و توان و همین سه پتانسیلی که خداوند متعال گذاشته توی بچه، همین رو خرابش نکنیم، رشدش بدید. اصلا رشدش ندید، بذارید جای خودش، حداقل داغونش نکنید. خب اینکه نمیشه چی تربیت هست؟ دیگه اگه رهاش کنن. بله بفرمایید. همینه که خرابش نکنن تربیت. بله. یک مورد، این اولین مورد، کرامت انسانی است. خداوند متعال لقد کرمنا بنی آدم، میفرمایند که ما بنی آدم رو کرامت دادیم، عزت دادیم. یک کرامت انسانی است. هر چیزی که باعث میشه کرامت انسانی لطمه بخوره، اون به هیچ عنوان به صلاح قضیه تربیتی نیست، اون یک معذره هست، بچه رو داغون میکنه. مثلا کرامت یعنی چی؟ مثلا چی کار نکنن؟ مثلا سر بچه داد نکش، داد کشیدن تحقیر بچه است، فش دادن کرامت بچه رو زیر پا میذاره، زدن بچه کرامت انسانی بچه رو داغون میکنه، نمیدونم اهانت به بچه کرامتش رو داغون میکنه، نقد و انتقاد بچه داغونش میکنه، خب نمیدونم ملامت کردن داغونش میکنه، ایرادگیری داغونش میکنه. اینها با کرامت انسانی تضاد داره. چون پدر مادر حق ندارن بچهشون رو بزنند، حق ندارن داد و فریاد سرش بکنند، حق ندارن به هیچ عنوانی اون چیزی که اسمش کرامت هست اون رو زیر پا بذارن. خب چه کار باید بکنیم؟ آقا ایراد نگیر، نقد و انتقاد نکن، نمیدونم داد نکش رو بچه، بچه رو نزن. چه کار کنم؟ تشویق کن، تعریفش کن، در هر فرزندی، در هر چیزی. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار کرد؟ ما نمیبینیم. یه نوجوانی تو خونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود به نام انس. انس رو مادرش آورده بود که تو خونه پیامبر تربیت بشه و اینجا به اصطلاح خدمت پیامبر بکنه. این آقا انس از 7 سالگی تا 17 سالگی، یعنی 10 سال دوران کودکی، دوران نوجوانی و ابتدای جوانی رو تو خونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. 10 سال آزگار مثل بچه پیامبر بودن. میفرمایند که هیچ وقت پیامبر که نزدش که اصلا مطرح نبود، اصلا پیامبر هیچ انسانی رو نزد. خب هیچ وقت به من نگفت کاری که کردم پسر چرا این کارو کردی، یعنی منو ملامت نکرد، یا کاری که نکردم چرا به من رو من داد نکشید که چرا این کارو نکردی. نه ملامتم کرد، نه تحقیرم کرد، نه محاسبم کرد، نه عقابم کرد، خب نه بازخواستم کرد. چی کار میکرد پس پیامبر؟ پیامبر تشویق میکرد. یعنی یه آدمی آقا کوتاهی داره، کمی داره، مثل مثلا عبدالله ابن عمر. عبدالله ابن عمر بچه بسیار خوب، جامون بسیار شاد و شنگول، در عباداتش، در همه چیزی یه کم کوتاهی داره. در چی؟ در اینی که نماز شب که این فرد باید ساخته بشه توش نمیخونه. چی فرمودن؟ فرمودن نعم العبد عبدالله. چه جوون فریخته ای این عبدالله، دمش گرم عبدالله. اگه همین نماز شب هم میخون. تشویق کردن و توجیهی که از کجا میاد؟ از تشویق میاد، از تعریف کردن میاد. تمام، ببینید تمام صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با یک ویژگی شناخته میشن. یک کاری که ما میکنیم که کرامت بچه رو داغون میکنیم، این کاری که تو مدرسه ها میکنیم. آقا مسابقه، مسابقه چی چی؟ مسابقه یعنی چی؟ آقا 10 نفر تو مسابقه شرکت میکنند و فلان میکنند و بعضیا قبول میشن و بعضیا مردود میشن، بعضیا اول میشن جایزه میگیرن، بعضیا دیگه که اول نمیشن تو سری میخورن. این کلا با سیستم تربیتی اسلامی در تضاده. این یه چیزیه که تو امتهای دیگه، تو تمدنهای دیگه هست، تو غربیا هست. ما این رو نشخوار کردیم، آوردیم تو خونه خودمون. خب مسابقه میذاریم، اول و دوم و سوم برنده جایزه میگیرن فلان، بقیه چی؟ بقیه رو داغون کردی، تو سری زدی که آقا شما درد هیچ کاری نمیخورید، در حالی که اینطور نیست. ببینید ما حتی حرکتمون به سوی بهشت چطوریه؟ حرکتمون به سوی بهشت اینه که من خب نمیخوام. من دو تا سوال به نمایندگی از بینندگان، دو تا سوال برام پیش اومد. یکی این که شما فرمودید داد نزنید، فوش ندید، پرخاشگری نکنید، کتک نزنید، توهین نکنید، فقط تشویق کنید. خب یه موقع بچه فضولی میکنه، بچه اذیت میکنه، بچه یه کاری میکنه که نباید انجام بده.
خب نمیشه تشویقش کرد بابت اون کار که اینو چجوری حلش بکنیم وقتی که بچه داره از در دیوار میره بالا، نمیدونم میشکنه، میزنه، بد یه اتفاق بدی و رقم میزنه، چطوری تشویقش بکنیم؟ اونجا چجوری مراقبت، چجوری جلو این اشتباهاتشو بگیریم؟ اگر این ابزار رو بذاریم کنار با تشویق، برای تشویق گذاشتن برای کارهای خوب دیگه، اگر بچه کار خوب کرد با تشویقش کنی، زودم تشویق کنی، میشه تشویق رو بر تنبیه ترجیح داد. ولی چطور میشه جلو اشتباهات کودک رو گرفت اگر ابزارهای ممانعتی نمیدونم این گونه نباشد، جلوشو نگیریم اصلا؟ ببینید، دو تا سوال از این یک سوال. بله، ما باید بدونیم که ما کی هستیم. ما پلیسیم، داروغه‌ایم، قاضییم. اگر قاضییم بله، بگیم که این بچه فضوله، این بچه احمقه، این بچه نفهمه، قاضیه دیگه، یک حکم رو صادر میکنه. اگر پلیسیم بله، میشه این بچه رو بگیریم، اینجا بشین، به تمر حرکت نکن، فلان نکن. چرا ما پلیسیم؟ یا ما مربییم، پدر مادریم. اگر پدر مادریم باید مربی باشیم. مربی که هستیم دو باید ویژگی داشته باشیم، یه ویژگی اصلاح کردن و یک ویژگی پرستار بودن. پرستار رو وقتی بیمار دیوونه میاد یه سیلی میزنه تو دهنش، پرستاره نمیاد با مشت بزنه تو دهن دیوونه، میخنده. چرا؟ چون میدونه که این دیوونه است. وقتی که ما میدونیم که این بچه است، این داره یک حرکتی رو میکنه، چه این حرکت هدفش چیه، این بچه ای که اومده، بچه بزرگ من اومده بچه کوچیکتر رو یه سیلی زده، یعنی چی؟ این بچه مشکل داره، این بچه میخواد که مثلا بله توجه من روی بچه کوچیکه، اون میخواد بگه که به من چرا توجه نمیکنی. خلاص، اگر من به اون توجه بکنم به دستش میارم، دوباره سیلی نمیزنه. وقتی میخوام تنبیهش کنم، تنبیهش چیه؟ تنبیهش اینه که من بچه کوچیکی که به اصطلاح مظلوم واقع شده، این رو بغل میکشم، میبوسمش، میگم اشکال نداره عزیزم، مظلوم باش، ظالم نباش، انسان مظلوم قویه، انسان مظلوم اون کسیه که قدرتی داره که ظالم نداره. خب وقتی که من با اون به اصطلاح صاحب اشتباه کار ندارم، من با اینی که به اصطلاح شکسته شده این رو درمان میکنم، اون خود به خود درمان میشه. اما اینه که من بیام سیلی بزنم، نمیدونم دعوا کنم، فرام کنم، من اون کرامتی که خداوند متعال به یک انسان داده اونو خورد کردم. باید بدونیم که هر حرکت بچه، هر حرکت بچه یک پیام داره. خب پس دنیای کارهایی که اینجور که من فهمیدم از توضیحات جناب عالی، ببینید درسته یا نه، دنیای بچه، عکس العملای بچه اگر که شبیه به دنیای ماست، اگر که شبیه عکس العملای ماست، ولی اونگونه نیست در واقع. یعنی یه نگاه دیگه ای پشتش هست. حتی اگر یه کار سیلی مثلا، همونطور که شما مثال زدید، سیلی میزنه، یکی بچه کوچیک رو کتک میزنه، این کتک زدن برای اون کتک زدن نیست، بلکه یک اتفاق درونی رو میخواد داره اینگونه براخ چیز میکنه، گریه کردنش، داد و بیداد کردنش، اون چیزی که شما ما بد میبینیم توش بد نیست، بلکه باید درک بکنیم که برای چی داره این اتفاق میفته. درست متوجه شدم؟ آفرین، دقیقاً. اگر ما اینو درک نکردیم، بچه مثلا یه کار اشتباهی کرده بود، ما اومدیم سر و صدا کردیم، داد و فریاد، فرقاش یه تماس هم داریم، اشکال نداره تماس رو بگیریم قبل از که وارد مبحث بشیم و دقیق‌تر راجعش توضیح بدید. خب آقای محمد پشت خط هستن، سلام دارم خدمتتون، در مورد تربیت کودکان داریم صحبت می‌کنیم و اگر مشارکت داشته باشید یا سوالی در خدمتتون هست. سلام و درود دارم خدمت شما برادر بزرگوار و استاد عمران. علیک السلام. اونجوری که بنده فکر میکنم و به ذهنم میاد و برخی مطالعات داشتم، ما اگر کودکانمون و بچه‌هامون رو آزادمنش و محترم و مخصوصا جامعه پذیر بار بیاریم، یعنی جامعه پذیری، عدم جامعه پذیر مشکلی هست که برخی گرایش های افراطی رو به وجود میاره و تقویت میکنه و جوامع اسلامی رو دچار مشکل میکنه. ما هر قدر بتونیم که فرزندان خودمون رو با استفاده از همون اصل کرامتی که دکتر هم فرمودن جامعه پذیر بار بیاریم، میتونیم که جامعه خودمون رو و بچه های خودمون رو از گرایش های افراطی مثل داعش که اهل شرک و اهل کفر میخوانه مسلمانان دیگر رو، بچه های خودمون رو حفظ بکنیم و صاحب یک جامعه منسجم و زیبا و جایی برای زندگی باشیم. در این مورد هم اگر
دکتر عمر نظری داشته باشن استفاده میکنن. بله متشکرم از محبتتون، با اینکه شیطنتی هم بود تو سواله ولی اشکال نداره، ما عادت کردیم دیگه به این شیطنت ها، بیننده هم عادت کردن، ما خوباش رو ازش در میاریم، شما رو یه کودک چموش به نظر میاریم و میگیم که یه شیطنتی داری میکنی، این شیطنت ها رو میذاریم کنار، میگیم نمیفهمه. اون بخشی که در واقع اون تعصبش در واقع باعث میشه که نتونی بفهمید این برنامه برای چیه، و اون بخش اصلیشو میگیریم، اون سعی میکنیم سره رو از ناصره جدا کنیم. خب دکتر، این جامعه پذیری که دوستون محمد با کودک درونشون در واقع وارد این مبحث شدند رو، شما نظرتون چیه و در موردش بفرمایید. بله استاد محمد عزیز به یه نقطه بسیار زیبایی اشاره کردن که این وقتی من گفتم که سه مورد رو ما باید تو بچه‌مون روش کار بکنیم، این مورد سومی بود که من بهش میرسیدم، قضیه گذشت. گذشت و به اصطلاح پوزش پذیری، جامعه پذیری با تعبیر استاد محمد عزیز، یک قضیه بسیار مهمی هست که ما این رو به عنوان یک اخلاق، نه به عنوان یک ارزش تو بچه‌مون بکاریم که تو باید گذشت داشته باشی. یعنی گذشت یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقی میفته، یک کسی به من ظلمی میکنه، یک کسی در حق من، حق کشی من میکنه، من اون رو میبخشم. میبخشم یعنی چی؟ یعنی تو سینم هیچ حقدی، کینه‌ای، خشمی بر اون تو به اصطلاح سینم جا نمیدم و اینی که من این رو اجرش و پاداش رو از خدا میخوام. چرا این کار رو میکنم؟ چون که این یک ارزش پیش من باید، مثل مثلا چی؟ مثلا ما مثلا میگیم که آقا هیچ انسانی حق نداره دروغ بگه، هیچ انسانی حق نداره دزدی بکنه، این یه ارزشه. دزدی آقا از به صورت مال مردم دزدی جایز نیست، از مال خیشان جایز نیست، از مال بیت المال حکومت جایز نیست، از کافر جایز نیست، از مسلمان جایز نیست. چرا؟ چون که این دزدیه، اینو من حرام میدونم، دروغو حرام میدونم، ظلمو حرام میدونم. همینطور بخشش، چقدر میبخشم؟ آقا 10 بار به من گش گفتم، نه 10 بار، نه 100 بار، 100 بار، نه 1000 بار. این یک ارزشه. ارزش به این معنا که من وظیفه دارم ببخشم. 100 بار، نه 1000 بار تو حق من کوتاهی کرده، 10000 بار به من ظلم کرده، آقا مگه این نمیفهمه؟ نمیفهمه، میفهمه، اون قضیه اونه. قضیه من چیه؟ قضیه من اینه که من ببخشم. این رو وقتی که ما میذاریم تو بچه‌مون، به اصطلاح این رو میکاریم، قضیه گذشت و چشم پوشی، این باعث میشه الان مثلا همین مثالی که استاد محمد عزیز زدن که یک انسان میاد یه انسان دیگه رو میکشه، یعنی یک مثلا یک کولبر بدبختی میاد از کجا تا کجا یک یخچالی رو میخواد ببره، چرا 4 تا 5 تا بچه بدبخت داره که تو مدرسه میخونن، زندگی اینا رو تامین کنه. یه آدمی میاد سرباز پق میزنه میکشدش. خب یک نمیدونم کسی میاد آقا قاچاق میبره، نمیدونم آیا این قاچاق بردن، نمیدونم این کاری که انجام میده، این کار باید این شخصی که همچین کاری رو میکنه کشته بشه؟ خب چه کسیه که این به اصطلاح جنایت رو انجام میده؟ این کسیه که ضعف شخصیتی داره، فرهنگ و ارزش گذشت، ارزش چشم پوشی، ارزش اینه که این وظیفه من نیست. این یه اشتباه اینجا صورت میگیره. خب این اشتباه چیکار میشه؟ اشتباه روند قانونی خودش رو طی میکنه. آقا این طرف اومد نمیدونم قاچاق برد، این طرف نمیدونم فلان کار کرد، دزدی کرد، فلان کرد. وظیفه من کیم؟ من داروغم، قاضیم، چیکارم؟ من وظیفه همش اینه که به اصطلاح یک گزارش بدم به اصطلاح جهت اون کسی که باید گزارش داده بشه، طرف دستگیر میشه، نمیدونم میره روند قانونیش رو طی میکنه، آقا میاد قاضی آه، یعنی هر مشکلی پیش میاد باید بر اساس اون مشکل در واقع مشکل خوب سنجیده بشه و راه مناسبی برای رفعش بده، نه اینکه داروغه‌وار به قولی همونطور که شما فرمودید با در تربیت عمل بکنیم. آقای صادق هم پشت خط هستن، اگه اجازه بفرمایید برای اینکه از وقت بتونیم استفاده کنیم، کمی هم دیر کردیم. آقای صادق پشت خط هستن، عرض سلام دارم خدمتتون. در مورد تربیت کودکان موفق داریم صحبت می‌کنیم در این برنامه، اگر مشارکت یا سوالی دارید بفرمایید.
بله، بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و استاد عزیز. نکته اول یه نقد جزئی داشتم به شما استاد بزرگوار آقای مجری، که الان استاد دارن توضیح میدن، شما مکرر هی وسط صحبتاشون پریدید، بعضی از حرفا ناقصمون، ما نفهمیدیم جنبندی استاد در اون موضوع چی شد. این رو اگه رعایت کنید. و نکته دوم این که الان ما فرزندمون هم همراه ما داره نگاه میکنه، بعضی از کلماتی که در شبکه به کار برده شد برای بچه ها مناسب نبود. یک کلمه استاد مثالی زدن، گفتن که اگر بگی بشین یا بتمرگ، این لفظ بتمرگ الان بچه من هی میگه بتمرگ بتمرگ، بابا زشته. میگه اگه زشته پس چرا خودت نگاه میکنی؟ من الان نمیدونم، یه وقت رعایت کنید الفاظی بگید که بچه ها نگاه میکنن اینا هم استفاده کنن. باش حتما. خیلی متشکرم از صحبتاتون و انتقادهای خوبی که داشتید، حالا امیدوارم که همینطور باشه و این صادقانه در واقع در صداقت شما ما کشت ما رو. خب عرضم به حضورتون که دکتر، یک موضوعی رو که صحبت فرمودید در مورد مسابقه بود، من یه سوال داشتم. این که شما فرمودید که مسابقه با از یه نگاه انتقادی بهش داشتید، گفتید مسابقه دادن که منتقل میشه از فرهنگ غربی به فرهنگ ما، این اشتباه است، چون باعث میشه اونایی که میبازن در واقع یه جورای احساس کرامتشون رو زیر سوال بره. از جهتی یکی از روش‌های در واقع تربیتی است مسابقه، یعنی اینکه به هر حال انسان در زندگیش شکست میخوره گاهی، و اگر توی این مسابقه های دوستانه‌ای که اتفاق میفته چیز نشه، یعنی این تجربه شکست رو تجربه نکنه و چگونه برخورد کردن با موقعیت های اینچنینی، شاید نتونه بعدها در مقابل شکست هایی که ناخواسته در زندگیش پیش میاد بتونه راه مناسبی رو برای برخورد باش پیدا بکنه. این دلیل بر این نمیشه که اگر کسی باخت، شما فرمودید که اگر کسی توی مسابقه باخت بهش فشار، در واقع توهین بشه بهش، یا بهش یه جوری با انزجار باش صحبت بکنن یا تحقیرش بکنن که چرا باختی، این قطعا این اشتباه است. اما خود اصل مسابقه به نظر شما واقعا انجامش کاملا اشتباه است یا اصولی داره برای انجامش؟ ببینید، ما اصلا در قضیه مسابقه، خب طبیعت انسانی است که یک نوع رقابتی به وجود میاد، اما معیار رقابت چی باید باشه؟ ما رقابت بر این مبنا داریم که رقابت فتنافسو که قرآن کریم روش حرف میزنه، مسابقه قرآن حرف میزنه، مسابقه برای رسیدن به رضایت الله متعال. من از دیگران رقابت میگیرم که رضایت خدا رو بیشتر جذب کنم و دیگران هم همینطور. اما این مسابقاتی که ما الان میذاریم به سراغ و برندگانی رو مشخص میکنیم، اینا کاملا با سیستم تربیتی دینی و ارزشی ما در تضاد هست. اینا به سراغ یک دو نفر رو به سراغ میاره، به سراغ قله میرسونه، بقیه رو همه رو میذاره به زمین و دچار یک نوع اکتئاب، یک نوع استرس، یک نوع خودباختگی میکنه که این بسیار اشتباه است. ما چه کار باید بکنیم در همچین مسابقاتی؟ مثلا ما مسابقه حفظ قرآن داریم. بابا مسابقه حفظ قرآن یعنی چی؟ یعنی اینه که 20 نفر شرکت میکنن، تو این 20 نفر باید هر 20 نفرش تشویق بشن، هر 20 نفر، هر یکی از این 20 نفر در شیوهی، در کاری، در جهتی ویژگی خاصی داره. آقای فلانی به سلام ویژگیش در قدرت حفظش هست، آقای فلانی در فهمش هست، آقای فلانی در اخلاق قرآنیش هست، آقای فلانی در به اصطلاح ادای مخارج به اصطلاح قرآنش هست، تجویدش هست، فلانش هست. هر یکی رو به یک ویژگی معرفی میکنیم و تشویقش میکنیم، همون کاری که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کرد. شما ببینید تمام صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کتابهای حدیث به نام مناقب، مناقب صحابه شناخته میشن. ابوبکر صدیقه، عمر فاروقه، علی نمیدونم عادله، نمیدونم فلان قاضیه، فلان و امین این امته، فلان وفادار این امته، فلان اسدالله است، فلان سیف الله المسلول. هر یکی از صحابه به یک ویژگی خاصی، در این ویژگی اولن، اما همه اولن. خب ما وقتی که میخواییم بریم بهشت، همه میخواییم بریم بهشت،
نه اینطوری نیست که مثلا بگن که آقا صندلی های بهشت کمه، زودتر هر که اول رسید رسید، بقیه جا ندارن. نه، ما میخوایم که هممون با هم باشیم. من باشم، آقای محمودی باشه، آقای صادق باشه، آقای محمد باشه، آقای نور باشه، آقای فلان، همه باشه، همه با هم باشیم، لذتش تو اینه. خب این یه معیاری هست که ما به اصطلاح از فرهنگ های تمدن های دیگه آوردیم و یک معیار بسیار اشتباهی هست و باید وقتی که این رو در مدارس، در مراکز خودمون، در به اصطلاح شیوه های تربیتی ببینید، ما خیلی از شیوه های تربیتی دیگران رو میاریم تو جامعه ما، کارایی نداره، اون مال اوناست. یه معیاری مثلا همینه. یه معیاری دیگه اینه که همه هم مغم ما اینه که بچه‌مون اول بشه، بچه‌مون تو کلاس اول بشه، تو درسش اول بشه، شما نمره اول کنکور بیاره که چی بشه؟ اول شد، بعدش روی بچه اینقدر فشار میاریم. خب اول شد، یه بار دیگه که اول نشد دیگه بچه افتاد، یا بچه از چشم ما میفته، از همه چیز. نه آقا، ما نمیخوایم بچه‌م هم اول بشه، میخوایم که بهترین باشی، تو اخلاقت بهترین باشی، تو رفتارت بهترین باشی. همین اول شدن باعث میشه رو خودمون فشار بیاریم، باعث میشه بچه احتمال داره کارهای خلاف هم بکنه، به اصطلاح چیزای غیر طبیعی استفاده کنه، نمیدونم بیاد تقلب کنه، میخواد اول بشه، چون اگر اول نشه پیش پدر مادرش، پیش جامعه، پیش همه افتاده است، از چشم همه میفته. معیار اینجا شخص نیست، معیار چشمای مردمه، معیار خواسته های پدر مادره، معیار فلان و این است. این خیلی چیز بدی و به اصطلاح لطمه میزنه در قضیه تربیت. یه چیز دیگه که آقا همین چیزی که به اصطلاح باید به قله برسیم. میبینید که طرف میاد هر چه، اگر به قله رسید، به هدف رسید، رسید، اگر نسید شکست خورده، هیچ کاریش نیست. میاد به بچهش میگه که آقا این همه هزینه کردیم، این همه که آقا بیا دکتر بشه، طرف اومد لیسانس رو خوند، متخصص نشد. یعنی چون که متخصص نشد یعنی صفر، چون که نمیتونست بهترین باشه، اول بشه، روی قله کوه میرند، آقا دماوند رسید، رو سر دماوند، روی البرز رسید، اونجا پرچمه رو گذاشت، عکسشو بگیر بذار تو فیسبوک، بذار بلان که فلانی رفت به قله رسید. یه متری به قله نرسیده، اونجا دیگه نه پرچمی میزنه، نه ارزشی داره، نه هیچی. آقا رسید به قله، این همه زحمت کشیدی که رسید اونجا، این همه هزینه کردی که چی بشه؟ خب اینه که ما معیار چی هست؟ بچه‌مون چی کار میکنه؟ آقا نه، هر گونه حرکتی برای فرزند من خیر است. شما میخواید برید مسجد، میخواید برید مسجد، اجر مسجد رو گرفتی، حرکت کردی برای مسجد، رسیدن به مسجد مهم نیست، مهم اینه که حرکت کردی. برای هر قدمی که برمیداری پیش خداوند متعال با 10 درجه بالا میری، 10 تا از گناهات حذف میشه تا برسی به مسجد. رسیدی به مسجد، نماز خوندی، به اصطلاح به نماز رسیدی، خب اجر و پاداش جماعت رو دادی. نرسیدی، اجر و پاداش دادی که به نیت رفتی. یعنی هر حرکت در حال در همه تلاش ها نتیجه نهفته است و اون نتیجه مهمه، حتی اگر اول نباشه. شما یعنی هر حرکتی برای ما مهم است، هر حرکتی یک نوع موفقیت. سه مورد رو فرمودید، کرامت انسانی رو قرار رو سه مورد در تربیتی بگید. من میترسم این 10 دقیقه که مونده نتونیم 2 مورد دیگر رو بگیم. مورد دوم و سوم رو میشنویم ازتون اگر اون بخش تموم شد. مورد دوم، ارزش دومی که خیلی مهم هست که ما تو بچه‌هامون اون رو روش کار بکنیم، قضیه حیاست. حیا، نه خجالت. خجالتی یک نوع به اصطلاح واکنش منفی است. این بیار میگرده به یک نوع مهارت هایی که خیلی مرز باریکی بین این دوتا هست. میشه توضیح بفرمایید بین حیا و خجالت چی هست؟ خجالتی یعنی یک نوع کمبودهایی در بچه هست، یک نوع فن و فوت هایی رو بچه نمیدونه. بچه گوشگیره، خب شاید بیماری خاصی داره، شاید فن با جمع بودن در یک فضای به اصطلاح محیط جمعی رو نمیتونه که چطور با یک جمع قارقاتی بشه، حرفشو بگه، یه چیزایی تو دلش هست نمیتونه ابراز بکنه. خب این یه فن و فوتا، یک مهارتایی رو کم داره. ما این مهارت ها رو بهش یاد میدیم، مهارتایی نمیدونم با دیگران سخن گفتن تو یک جمعی، به اصطلاح وجود داشتن، مدیریت هایی که نشست، یک گفتمان، اینا مهارت هایی که یاد میگیره. اما قضیه حیا نه، حیا یه ارزشه. در سیستم غربی ما حیا نداریم، در اونجا ما یه چیزی داریم به نام ضمیر، وجدان. وجدانش اجازه نمیده، وجدانش به اصطلاح اون رو تنبیه میکنه.
وجدان غربی چی هست؟ وجدان غربی اینه که به فرد اجازه نمیده از کار اشتباه لذت ببره. کار بدی میکنه، بعد دیگه حق لذت رو نمیده، این لذت بردن از اون کار رو ازش میگیره، همیشه به اصطلاح اون وجدانش اون رو تنبیه میکنه. در پیش ما این قضیه به این صورت نیست. در پیش ما حیاست. حیا چی هست؟ حیا در واقع یک ارزش کنترلیست که فرد رو کنترل میکنه که اون کارهای اشتباه و لغزش هایی که شایسته فرد نیست اون رو انجام نده. یک کاری که به صلاح انجام میده، میخواد انجام بده، اول میپرسه که آیا شایسته منه که جلوی خدا هم همچین حرکتی رو انجام بدم؟ خدا که منو میبینه، مردم منو میبینن، آیا در شأن من فلانی، فرزند فلانی هست که همچین کاری رو انجام بدم؟ یا مثلا انجام بده، این کار، این فرصت هست، این کار خوب هست، این رو باید من انجام بدم، این در شأن منه، من میخوام که با این وسیلا خودم رو راضی کنم، با این پدر مادرم خوشحال بشن، با این به خدمتی به جامعه بکنم. این رو میگن حیا. حیا یک ارزشی هست، در واقع ارزش کنترلی که ماها میشه از این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث قدسی که ان تعبد الله کانک تراه و ان لم تكن ترى فانه يراك، یعنی در مورد بر و نیکوکاری که صحبت میکنن، میشه نزدیک کرد به این قضیه؟ یعنی اگر این نگاه همچون که فرمودید، این که حس بکنیم خدا داره ما رو میبینه یا ما داریم خدا رو میبینیم، این گونه این حسه به حیا میرسه، به شرم و حیایی که ما رو از گناه نکردن دور میکنه، منظور همین است؟ من درست متوجه شدم؟ نه، حیا در واقع یه چیز دیگه است. اینجا احسان هست. احسان ارزش های تشویقی است. احسان از جمله ارزش های تشویقی است که ما به اصطلاح این ارزش ها رو در خودمون به اصطلاح به وجود میاریم. که مثلا میخوایم بچه‌مون رو بگیم که بهترین باید باشی، چی میخوایم بگیم؟ میگیم به بچه‌م میخوایم چی بگیم؟ میگیم که آقا تو باید کاری بکنی که همیشه زندگیت زنده بمونی. همیشه یعنی چی همیشه زندگی بمونم؟ یعنی اینه که اثر انگشتت رو روی جامعه بشری، روی حرکت تمدن بشری بذاری. یک سعی و تلاشت برای این نباشه که اول باشی، سعی و تلاشت برای این نباشه که آقا به قلعه برسی و نمیدونم مدرک فلان رو بگیری، سعی و تلاشت این باشه که یک انسان نمونه‌ای باشی، یک ابتکاراتی رو به وجود بیاری، یک کارایی بکنی که تا ابدالآباد بمونی، تاثیرگذار باشی، ذکر حسن تاثیرگذار باشی، ذکر نیکت روی همه زبان‌ها باشه، همه وقتی که میخوان یه چیزی رو بگن میگن مثل بچه فلانی، مثل فلان شخص. و این لازمش چی هست؟ لازمش همین احسان هست. احسان یعنی اینه که هر کاری رو به بهترین وجه، به بهترین وجه انجام بدیم. این بهترین وجه نیاز به یک نوع انگیزه داره، نیاز به یک عشق و علاقه‌ای داره که شما کار بکنید. ما الان یه برنامه رو اجرا داریم میکنیم، این برنامه یک ساعت از وقت ما رو میگیره. الان ما اینو درست هم اجراش بکنیم، بعد هم اجراش بکنیم، همین یه ساعت رو گرفته. چرا ما نیاییم اینجا احسان داشته باشیم؟ قضیه حیا نه، قضیه حیا بیدیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم یک اشاره زیبایی دارن، میفرمایند که ایمان هفتاد و چند قسمتی. بالاترین درجه ایمان لا اله الا الله هست، توحید و یک تا پرستی. پایین ترین درجه ایمان اینه که سر راه یک اشغالی رو دیدی میزنی کنار، یعنی راه رو تمیز میکنی، یک چیزی که به صورت خاری افتاده نکنه کسی رو اذیت کنه کنار میزنی، شیشه ای افتاده کنار میزنی. بعد میفرند ول حیا و شعبتون من الایمان. حیا یک قسمت خاصی هست، یک شعبه و یک قسمت خاصی از از ایمان حیاست. این حیا در واقع یک قدرت کنترلی هست که فرد رو جهت دهی میکنه، این کارو بکن، این کارو نکن، این کار رو به صلاح بکنیش در شأن توست، باید بکنیش و جا داره که بکنیش، این کار در شأن و مرام تو نیست، در پیش خدا خرد میشی، در پیش انسان خرد میشی. این حیاست. حیا باعث میشه که هر یکی از اخلاقیات، از مفردات اخلاقی توش ضعفی باشه، حیا میاردش. اگر طرف تو قضیه امانت داری کوتاهی داره، حیا میاردش، امینش میکنه. اگر طرف روی قضیه دروغگو و راستگویی و اینا مشکل داره، حیا میارد، راستگوش میکنه. خب چطور میشه این حیا رو در کودک ایجاد کرد؟ این حیا اصلا در طبیعت بچه هامون از ابتدا وجود داره. همینی که میبینید بچه خودش میاد به صلاح تا دو سال شده
و مادرش تا الان تر و خشکش میکرد، میره داخل دستشویی در رو میبنده که مامان تو نیا. خب این در طبیعت از جزء فطرت بشری هست، اینه که ما این رو رشدش بدیم، بذاریم که این چی کنه. نه بابا این کار نه انجام، بابا تو هنوز کوچیکی، تو همین بابا خالته، نمیدونم فلانه الانه، میایم همین حیایی که تو بچه هست یا با به اصطلاح سیستم های آموزشی دیگه. ببینید روی برنامه های کودکان، این غربی که میخواد این جوامع ما رو یا کشورهایی که میخوان جوامع ما رو مسخ کنن، شما ببینید ارزش های بی حیایی در برنامه های کارتونی، در نمیدونم تبلیغات تلویزیونی به شیوه های مختلف اینها رو به بچه های ما تلقین میکنن. اینجاست که دیگه باید فضای گفتمان پدر مادر با فرزندان اینقدر گسترش داده شده باشه که پدر مادر همیشه به فرزندانشون بفهمونند که این نقطه اشتباه است و این افرادی که این رو اینجا گذاشتن هدفشون اینه که من و توی مسلمون رو مسخ کنند، ارزش های اخلاقی ما رو مسخ کنند. بچه تو مثلا جامعه یک ارزش بی حیایی رو میبینه از یک بچه دیگه، از کسی دیگه، اینجاست که پدر مادر بهش میفهمونند این پدر مادری که یک شخصیت قوی برای بچه ساختن که این شایسته ما نیست، ما غیر از دیگران هستیم. بچه فلانی این کار میکنه، خب اون بچه فلانیه، مهم نیست، ما نباید این کار بکنیم، در شأن ما نیست. اونا اگر به خودشون ظلم میکنن، اونا اگر مثلا یک اشتباهی میکنن، این اشتباه در شأن ما نیست، این شأن ما، این جایگاه ما، این هیبت ما، این همون شخصیت ماست. وقتی که ما روی این مورد کار میکنیم، باعث میشیم که این حیایی که جزی از فطرت بشری هست این رو حفظش کنیم و این حیا رو ما در انسان ها میبینیم، حتی تو حیوانات میبینیم. ما دو تا حیوانی که به اصطلاح یک فعالیت نمیدونم زنای شویی داشته باشند و همینچون حیوان ها همینو پنهانش میکنن، نمیدونم قضیه مال حلال، گربه هم چیزی رو که به اصطلاح بدش میدی جلو روت میخوره، چیزی که دزدی میکنه میره. اینا چیزای فطری هست، این فطرت رو نباید اجازه ندیم مسخ بشه، این فطرت رو نذاریم. بله. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، یه دقیقه دیگه بیشتر فرصت نیست. فکر کنم این سومی رو هم عنوان بفرمایید هفته آینده این موضوع، چون اگه بخوایم بچهای قدرتمندی تربیت بکنیم که نیاز است بیش از یک ساعت وقت بذاریم براش، حداقل چند جلسه باید در مورد این تربیت صحبت بکنیم. هفته آینده مفصل صحبت خواهیم کرد. فقط اشاره بفرمایید اون مورد سوم رو که اگر تو یک دقیقه یک توضیح مختصر، بعد هفته آینده مفصل تر در مورد هر سه موردش صحبت خواهیم کرد. باز مورد سومش همون موردی بود که استاد محمد عزیز ما رو یادآوری کرد، قضیه بخشش و قضیه از به اصطلاح حق خودمون رو ببخشیم، اشتباهات دیگران رو چشم‌پوشی کنیم و ببخشیم. این گفتیم که این یک ارزشه دیگه، نمیگیم چقدر ببخشیم. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایات اومده که میفرمان التمس لاخیک 70 عذرا، حتی اگر نیاز باشه که هزار بار هزار تا عذر تراشی بکنیم برای فرد که این کار رو کرد، کار اشتباه است، خیلی کار بدیه، اما چون که این فرد از فلان کس صورت گرفت، حتما فلان کس یه موردی بود که وادارش کرد این کار بشه، پس من حقد و کینه ای در قبال اون به دل نمیگیرم و قضیه تموم شد. اگر مثلا کار اشتباهش یک کاری بود که نیاز به اصطلاح تنبیه داشت، یعنی قضیه حقوقی بود، خب آوردن طرفو زندانش کردن، 2 سال زندان شد، برگشت تو زندان، تموم شد دیگه. نه من این رو به عنوان یک انسان مجرم نگاش کنم، نه در رفتارم با این یک به اصطلاح چیزی نشون بدم که آقا تو همونی بودی که زندانی بودی، تو همونی بودی که معتاد بودی، تو تموم شد. خب یک اشتباهی بود، این به من ربطی نداشت و حقش بله، رو اداشت. بله، بله. خیلی موضوع خیلی مفصل‌تر از ایناست که حالا بخوایم خیلی سریع تو این فاصله بگیم. متشکرم از اینکه اشاره بهش کردید. فقط پس سه مورد اساسی که جزء فطرت انسان است، کرامت انسانی، شرم و حیا و بخشش، رو سعی کنیم که تقویتش کنیم در کودکان و لطمه نزنیم به وجودش، رشدش بدیم این سه تا عنصر رو تا بتونه تربیت در واقع
فرض کودکان موفقی داشته باشیم. هفته آینده سوالای خیلی زیادی هست، موضوعات خیلی زیادی که باید مفصلتر در موردش صحبت بکنیم، خصوصا این سه موردی که فرمودید. با عزتون هفته آینده باز هم چشم براتون هستیم که این ارتباط داشته باشیم و این موارد رو انشاءالله با تفصیل بیشتری گفتگو کنیم در موردش. خیلی خیلی متشکرم، روزتون بخیر. موفق. خب بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه بیننده شبکه جان نور هستید و پذیرای ما در خانه هایتون. برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم. شماره هایی که زیر نویس هست 2097-150-948-268 در طول هفته در خدمت شماست. اگر برنامه یا تکرارش رو میبینید و در این مورد، در مورد کودکان موفق، تربیت کودکتون سوالی دارید یا مشارکتی یا تجربه ای دارید، برای ما بفرستید با واتساپ و تلگرامی که این شماره در این شماره هست. به دیده منت اون رو میپذیریم، میخونیم، سوالا رو مطرح میکنیم. هفته آینده انشالله مفصلتر بخش دوم تربیت کودکان موفق رو با هم در برنامه تاروپود بود خواهیم بود. تا دیدار دیگه و برنامه هفته آینده، الله یار و نگهدارتون باشه.